بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم، امیدوارم که الله متعال همه شما رو در سایه لطف خودش و همه ما رو سیرتن درست داشته باشه و بتونیم به درستی وظیفه شرعی خودمون رو در زمینه های مختلف ادا کنیم، شکر نعمت های او رو به جا بیاریم و در مشکلات و سختی هایی که به طور طبیعی در زندگی هر انسانی باش مواجه هست، با صبر و بردباری و شکیبایی اونها رو سپری کنیم، اجر خودمون رو با صبر بگیریم و به همین صورت اجر خودمون رو با شکر بگیریم. هر دو زمینه ساز هست برای مأجور شدن و مقام و رتبه مثبت به دست آوردن. سوره بقره رو با هم در برنامه‌های پیشین بررسی کردیم، مفاهیمش رو، مطالبش رو، و در دو برنامه اخیر هم مختصری از موضوعات محوری این سوره رو یادآور شدیم و در این برنامه میخواییم داخل یا وارد سوره جدید بشیم یا سومین سوره قرآن بشیم که سوره آل عمران هست. سوره آل عمران یا سومین سوره قرآن در ترتیبی که قرآن کریم در دستمون وجود داره و به همین صورت ما معتقد هستیم که این ترتیب ترتیبی هست که از جانب الله متعال به رسولش امر شده یا مأمور شده که این نظم و ترتیب رو برای سوره های قرآن و آیات بذاره. سوره آل عمران سومین سوره ای هست که در ترتیب قرآنی وجود داره، 200 آیه داره و وجوه مشابهت بسیار زیادی با سوره بقره داره. اگر کنار سوره بقره بذاریم شاید مثل یک جفت بتونه ویژگی های مشترکی رو مطرح کنه. و در ضمن مطالبی که ما در این سوره مطرح خواهیم کرد بیشتر این موضوع روشن خواهد شد که چگونه این سوره با سوره بقره به صورت جفتوار مفاهیم و معانی مشترک رو در بر دارن. اولین نکته ای که ما الان بهش خواهیم پرداخت آغاز هر دو سوره هست که با حروف مقطعه الف لام میم شروع میشه که سوره بقره هم با این آغاز به همین صورت شروع میشد، الف لام میم. جالب اینجاست که طوری که ما تلفظ میکنیم الف لام میم و به همین صورت تلفظ رو از نسلهای پیشین که باز هم مستند از پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما انتقال پیدا شده میگیریم، این سه حرف رو با نامشون ازشون یاد میکنیم. الف رو نامشون نامی داره، این الف و لام هم نام این حرف هست و میم هم نام این حرف هست، اما صداهایی که هر کدوم از این یا آواهایی که هر کدوم از این حرف ها در ضمن کلمات داره خب این بخش مستقلی هست. از اونجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن رو نمیدونستند، ما معتقد هستیم که این نام های حروف هم که پیامبر برامون تلفظ کردند و برامون به صحابه آموزش دادن و به ما رسیده، این نام ها به همین صورت از جبریل بهشون انتقال پیدا کرده و خودش دلیل بر وحی بودن این قرآن یا دقت انتقال وحی در قرآن هست که هیچ گونه تغییر و تبدیلی در نقل انتقال صورت نگرفته که مثلا ادهی بخونن علم، ادهی دیگه بخونن علام یا علیم، یا به صورت بتونن
عرفته و کسره و زمه ای رو به هر کدوم از این حروف بدن و اشکال مختلفی از قرائت رو براشون بذارن، در صورتی که این حروف به همین صورت به همین شکل اومده و ما هم به همین صورت تلفظ میکنیم و خود این دلیل بر وحی بودن این کلام هست که درش هیچ گونه اجتهاد فردی و هیچ گونه مداخله شخصی وارد نیست. از اونجایی که قبلا هم ذکر کردیم کل سوره هایی که ابتدا با حروف مقطعه اومده یک وجه مشترک داره و اون این هست که موضوعش موضوع قرآن یا کتاب هست، موضوع وحی هست که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده. این کتاب یا این قرآن یا این هدایتی که در قالب کتابی و وحی به پیامبر صلی الله علیه و سلم انتقال پیدا کرده، ترکیبی هست از همون عناصر تشکیل دهنده هر کتابی که در اختیار ما قرار داره، ولی اون چی که اختلاف میندازه بین این کتاب که از همون عناصر تشکیل شده و بین دیگر کتاب هایی که این عناصر رو داره ولی مسترش وحی نیست، اینجا هست. الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله اون موجودی هست که نیست، الهی معبود به حقی، مرجع و مصدر و فریاد رسی که همه این مفاهیم رو ما در ضمن معنای اله ذکر کردیم، گفتیم واژه یا این کلمه کلمه‌ای هست که در زبان عربی معانی و مفاهیم متعددی رو در بر داره، از جمله اینها پناه دادن و به همین صورت آرامش به دست آوردن و به همین صورت عبادت یا مظاهر عبادی رو عملی کردن، همه اینها میاد. و اله معنای معلوه یا معبود هم یکی از معانیش هست. این مصدری هست که به معنای اسم مفعول به کار گرفته میشه، مثل کتاب به معنای مکتوب، اله به معنای معلوه، موجودی که پرستش میشه. هیچ پرستش شده به حقی، هیچ معبود به حقی نیست مگر او که حی و قیوم هست، زنده پایدار. این دو صفتی که در تکمله یا در تأکید توحیدی این جمله لا اله الا الله میاد، در واقع علاوه بر این که مبنای کمال صفات رب ذوالجلال رو در بر داره، اشاره‌ای هست به اعتقادی که اهل کتاب و بقیه دارند در ارتباط با خدایانشون، که نه میتونن بهشون قیمومتی نسبت بدن و نه حیاتی. همه این خدایانی که اعتقاد دارن، حتی عیسی مسیح خودشون میگن وفات کرده یا مرده، و هیچ کدوم اگر قیمومتی هم در جهان میداشت خب مخفی نمیشد، نمیدونم در معرض تعدی و ظلم قرار نمی گرفت و به همین صورت دفاع می کرد از حواریین و ده ها موضوع سوالی که مطرح هست و هیچ کسی نمی تونه مدعی بشه که کسی از این شخصیت ها و حتی شخصیت هایی که مسلمان های منحرف مشرک ایدن، مسلمان نمایان یا اون کسانی که خودشون رو به اسلام نسبت میدن، اونها رو قیم و سرپرست جهان میدونن، اونها هم نمیتونن بگن که کسی از این افراد یا از این شخصیت های وهمی قیمومت جهان رو داره یا حیات جاویدان رو داره. اون الله حی و قیوم هست که نزل علیک الکتاب، این کتاب رو بر تو نازل کرده، این کتاب رو بر تو نازل کرده. این
مطلب کتاب و بحث کتاب که در ارتباط با حروف مقطعه اوائل سوره ها وجه مشترک هست، جنبه های مختلفی داره. در سوره بقره بحث هدف کتاب یا رسالت کتاب بود که هدن للمتقین مطرح کرد. اینجا بحث نزول کتاب هست از جانب اللهی که حی و قیوم جهان آفرینش است. بحث کتاب، ایمان به کتاب جنبه های متعدد داره، تأکید بر هدایتگر بودن کتاب، تأکید بر مصدر این کتاب که کلام الهی هست، تأکید بر حق بودن این کتاب و به همین صورت تأکید بر وضاحت و روشنگری این کتاب و مطالب مختلفی که نسبت در بحث وصف کتاب و اهمیت و جایگاه کتاب مطرح است که در اینجا بحث مصدر کتاب هست، اون الله حی و قیوم که جهان رو مدیریت میکنه، پایدار هست، اون هست که این کتاب رو نازل کرده بالحق که در مقابل باطل هست. یعنی هر سخنش، هر پیامش، هر امرش، هر نهیش، هر مطلبش حق است. اون چی که در ارتباط با جهان آفرینش میگه حق است، اون چی که در ارتباط با قیامت میگه حق است، اون چی که در ارتباط با شریعت و نظام زندگی میگه حق است، اون چی که در ارتباط با تاریخ گذشتگان میگه حق است. مصدقا لما بین یدیه و انزل التورات و الانجیل، این کتابی که با حق نازل شده تصدیق کننده هست اون چی که پیش روش هست از کتابهای ما قبل. تمام محور موضوعی کتابهای ما قبل که از جانب الله متعال برای هدایت بشر فرستاده شده رو این کتاب تصدیق کننده هست. و انزل التورات و الانجیل، اون اللهی که این کتاب رو نازل کرده اون که الله هست که انزل التورات و الانجیل. بحث نزل در ارتباط با قرآن و انزل در ارتباط با تورات و انجیل بحث مفصلی هست که این دو اختلاف تعبیری در ارتباط با کتب الهی مرتبط است با چگونگی نزول که قرآن کریم در طول 23 سال به طور بر حسب موقعیت های مختلف نازل شد و تورات و انجیل اصلش در واقع در قالب تورات در صحفی الواحی بر حضرت موسی نازل شد که بقیه پیام های الهی بعدا به طور مفصل بر حضرت موسی نازل شد، اما انجیل که به طور مستقل وحی الهی است باز هم در دوره های مختلف بر حضرت عیسی نازل شد که متاسفانه اصل این دو کتاب فعلا در اختیارمون نیست یا در دستمون نیست و اون چی که وجود داره ترجمه هایی است که از 4-5 قرن بعد از نزول این دو کتاب باقی مونده و همشون درش اختلاف و تضاد بسیار شدیدی هست. من قبل از این کتاب هدن للناس، این کتاب که بر تو نازل شد هدایتگر هست برای مردم. اون کتاب هم هدایتگر بود و این کتاب هم هدایتگر هست برای همه مردم بدون استثناء. هر انسانی میتونه هدایت رو از این کتاب بگیره به شرطی که با این نیت، با این اراده و با این مقصد رو به این کتاب بیاره. کتاب استخاره نیست، کتابی که قبل از سفر از زیرش بگذریم نیست، کتاب تبرک جستن نیست اگرچه درش برکت وجود داره. کتاب هدایت برای مردمان هست. پیچیده و سخت و دشوار به این معنا که عده معینی اون رو فهمیده باشن نیست، بلکه هدایتگر هست برای همه مردمان. اصول و مبانی فکری و هدایت
زندگی خودشون رو میتونن به درستی ازش بگیرن. و انزل الفرقان، انزال فرقان در واقع نزل عليك الكتاب، تأکید بر در حقیقت کتاب هست، که این کتاب در عین حال که شریعت هدایتگر هست، در عین حال جداساز هست بین حق و باطل. تورات و انجیل و کتب ما قبل رو با تنزیل کتاب قرآن و در انتها وصف این قرآن به فرقان احاطه شده میبینیم، به خاطر اینکه تمام اون چه که در نهایت بعد از این کتاب ها میتونه برامون هدایتگر و فیصل باشه، اون قرآن هست که در واقع فرقان وصف میشه، که جداساز هست بین حق و باطل. نقش فرقان بودن رو این کتاب ها بعد از تحریف و بعد از قرآن دیگه ندارن. اون چه که نقشی که قرآن داره دیگه اینها ایفا نمی کنند. ان الذين كفروا بآيات الله، اون کسانی که به دلایل نشانه های الله متعال که این کتاب هست در واقع کفر بورزند، لهم عذاب شدید، الله متعال براشون عذاب شدیدی رو مقرر کرده و الله متعال عزیز و صاحب انتقام هست، غالبی هست که حساب رس هست و که از عهده مخالف و مخالفت کننده برمیاد و ازش چیزی هم مخفی نیست. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، از الله متعال هیچ چیزی نه در آسمان ها و نه در زمین مخفی نیست. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، او هست که شما رو به شما شکل میده در رحم ها، هر کسی با شکل معین، با هویت مشخص و تعیین شده، هر طوری که او بخواد، هر طوری که الله بخواد شکل میگیره. هیچ کسی نیست که برای خودش هویت تعیین کرده باشه و شکل و شمایل معینی رو برای خودش انتخاب کرده باشه. اون هست که انسانها رو به تصویر میکشونه و براشون هویت و حیثیت تعیین میکنه. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست الهی مگر او که عزیز و حکیم است. آیه دوم لا اله الا هو و در آیه خاتمه آیه 6 با هم پیوند میخوره، باز هم تأکید بر یکتایی او میشه. در اینجا میگه عزیز و حکیم هست و در اینجا میگه حی و قیوم است. این 5 آیه که بعد از آیه آغاز که مقدمه مشترکی الف لام میم با سوره بقره با هم داره، گفتیم مصدر بیانگر مصدر قرآن است. مصدر قرآن در حقیقت حیثیت و ارزش و موقعیت قرآن رو تعیین کن است. هر کتاب و هر نوشته ای یکی از مهمترین نقطه هایی که حیثیت و ارزش اون رو تعیین میکنه مصدرش است. از کجا اومده، کی اینو نوشته، یا اون کی اون رو تدوین کرده، گفته کی هست. بعد از اینکه انسان نویسنده و کاتب کتاب رو میشناسه یا حیثیت و مقامش رو پی میبره، اونجاست که برای کتاب هم وقت میذاره و در صدد تدبر، تأمل یا خوندن اون کتاب برمیاد. کلام الهی که این کتاب در واقع برگرفته از کلام پروردگار متعال هست، وقتی که ما مصدر رو به الله متعال نسبت بدیم و اون رو کلام الهی میدونیم،
و الله رو هم یکتای بی همتایی میدونیم که حی و قیوم هست، معبود به حق هست، زنده پایداری هست، قیومت جهان رو داره. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، هیچ چیز ازش مخفی نمونه. لا اله الا هو، هیچ اله معبود به حقی نیست مگر او. عزیز و حکیم هست، غالب حکیمی هست، غالبی هست که مستر همه حکمت هست. در نتیجه این کتاب هر کلمش، هر نقطش، هر حرفش، هر سخنش، هر پیامش، هر امرش، هر نهیش باید با استسلام کامل و با پذیرش شامل مواجه بشه. مقامش این هست. بر اندازه ما این موقعیت رو بیشتر بشناسیم، این حقیقت رو بیشتر بهش باور داشته باشیم، به همون اندازه استسلام و پیروی ما در ارتباط با این کتاب بیشتر میشه، به همون اندازه اهمیت دادن ما، وقت گذاشتن ما، نگاه ما به این کتاب ویژگی های دقیقتر و عمیقتری رو به خودش میگیره. به خاطر این قرآن کریم به طور مکرر در سوره های عدید بر این موضوع تأکید میکنه، تا اینکه ارزش، جایگاه، موقعیت، حیثیت خودش رو تثبیت بکنه و در دل جا بندازه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در وصف دو سوره بقره و سوره آل عمران میگن که این دو سوره، دو سوره درخشان قرآن کریم هستند، اقرا و زهراوین، این دو سوره درخشان رو، درخشنده رو بخونید که ترکش حسرت هست در قیامت و خوندنش موردش بحث شفاعتش مطرح هست و در قیامت مثل دو ابر سایه بر سر انسان می افکنند در حمایت انسان، در حفاظت انسان، اهمیت این دو سوره رو بیانگر هست. محتوا و معانی و مفاهیمی که این دو سوره دارن رو در حقیقت برامون ارزشش رو بیان میکنه. اونچه که ما کمتر بهش توجه میکنیم بحث پیام این سوره ها و اهمیت این سوره ها در پیام رسانی هست. ما وقتی که فضائل سوره ها رو میخونیم عموما بحث فضیلت رو در تلفظ یا تلاوت زبانی مختصر میدونیم، در صورتی که تلاوت در حقیقت، حق تلاوت اون قرائتی هست که درش انسان پیگیر باشه، پیگیر معنا باشه و در پی ادراک پیامی باشه که هر آیه و هر سوره‌ای داره. گفتیم که این مقدمه با مقدمه سوره بقره با هم تشابه بسیار زیادی داره، هم در بحث حروف مقطعی که الف لام میمیکومده و هم در بحث معرفی کتاب. اختلافی که در بحث معرفی وجود داره اینه که در سوره بقره بحث هدایتگر بودن قرآن رو بیانگر هست، لا ریب فی هدن للمتقین، و شروط هدایت پذیری رو میگه که چگونه ما بخوایم بتونیم به نحو احسن زمینه هدایت گرفتن از قرآن کریم رو در خودمون پدید بیاریم. و در این سوره بحث مصدر و اثبات حقانیت و یا اینکه حیثیت این کتاب رو برامون بیانگر هست که مصدر این کتاب رب العالمینی هست که لا اله الا هو هست، حی و قیوم هست، عزیز هست و حکیم هست، هیچ چیزی ازش مخفی نیست. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. وقتی که
عالم غیب و شهادت هست، هیچ چیزی ازش مخفی نیست، طبیعی هست که هر مطلبی رو هم که هر پیامی رو هم که برامون آورد یا برامون فرستاد مطابق با حکمت و مطابق با مقتضای نیازی هست که ما در مسیر زندگی خودمون با او داریم، به خاطر اینکه لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. الله متعالی که انسان رو آفرید، هو الذی یصورکم فی الارحام، و به هر انسانی به هر موجودی هویت و شکل معینی رو داد، با این ظرافت و با این پیچیدگی شخصیتی انسان رو پدید آورده، تمام ویژگی های بسیار دقیق و ظریف رو در انسان ایجاد کرد. اون الله متعال این کتاب رو فرستاده، اون الله متعال این هدایت رو برامون فرستاده، همون کسی که ما این هویت رو داد، این شکل و این تصویر جسمی رو داد، همون رب ذوالجلال برامون هویت اجتماعی رو برامون تعریف میکنه و برامون مسیر زندگی رو بیان میکنه، همون خالق هستی. اگر ما این نکته رو به درستی ایمان بیاریم بهش و اگر به درستی در ارتباط با این نکته به یقین کامل برسیم، به طور طبیعی نگاه ما به این کتاب، اهمیت ما به این کتاب و به همین صورت جدیت ما با این کتاب کلن متفاوت خواهد شد. هم نگاه دقیقتر و عمیقتری خواهیم داشت، هم جدیت بیشتری خواهیم داشت و پایین بندتر خواهیم بود و ارزش و حیثیت بیشتری رو برای این کتاب قائل خواهیم شد. آیه بعدی که در حقیقت یکی از ویژگی های کتاب رو برامون بیان میکنه و این ویژگی بسیار مرتبط است با اینکه ما بتونیم به معنای صحیح از این کتاب بهره بگیریم و هدایت رو به دست بیاریم، مطالب متعددی رو داره که با توجه به اینکه نصف وقت سپری شد با هم میان برنامه رو میبینیم، بعد از میان برنامه برمیگردیم و آیه بعد که شرط بنیادین و اساسین بهره‌گیری از قرآن کریم رو بعد از شروطی که در سوره بقره ازش گذشتیم بیان میکنه، انشاءالله با هم بررسی میکنیم. میان برنامه میبینیم برمیگردیم. روشناییست فروغش تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ که این گنج سعادت آسمانی. خدا خود حافظش هست تا قیامت، بری از ساخت و تحریف زمانیست. بخوان قرآن که جانت زنده گردد، که قرآن بیش ز آب زندگانیست. جهان را نور قرآن روشناییست، فروغش تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ که این گنج سعادت آسمانیست.
قرب فیض انوارش بیاسا، که دور بودن ز قرآن خود تباهی است. تو را یار و قرین است در دو عالم، فراموشی ز یار سخت بی وفایی است. جهان را نور قرآن روشنایی تا قیامت جاودانیست. شده قرآن نزول از راه محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست. به سوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست. به سوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست. جهان را نور قرآن روشنایی، تا قیامت جاودانیست. شده قرآن نزول از راه محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست. که این گنج سعادت آسمانیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و جدت خدمت شما دیگر عزیز و محترم، امیدوارم که در بخش آغازین این برنامه شش آیه‌ای که با هم نگاهی داشتیم، اونچه که در ارتباط با مستر این کتاب بود رو بهتر و بیشتر بهش توجه بکنیم و بهش توجه داشته باشیم که مستر این کتاب الله و ربی هست که عزیز و حکیم هست و حی و قیوم هست و هیچ نکته‌ای و هیچ بخشی از آسمان و زمین از او پنهان نیست. وقتی که ما این مستر رو برای کتاب در نظر گرفتیم، به طور طبیعی اطاعت و پیروی کردن به طور مطلق یک وظیفه شرعی به شمار میاد. دونستن احکام یا حکمت‌های احکام میتونه برامون در بالا رفتن یا بالا بردن ایمان و یقینمون نقش داشته باشه، اما در بحث التزام و اطاعتمون نقشی نخواهد داشت. به خاطر اینکه اساساً ما منبع کتاب رو وقتی که یقین داشتیم بر اینکه منبع الهی هست، خالق هستی این کتاب رو فرستاده، در نتیجه برامون هیچ شک و شبهی در محکم بودن و حکیم بودن هر حکم این کتاب وجود نداره. اما با وجود این که این اعتقاد ماست که این کتاب همش حکمت هست و بر اساس احکام حکیم علیم و نشأت گرفته از خالق حی قیوم زمین و آسمان، یکتای جهان، این کتاب نشأت گرفته یا از کلام او هست، هدایت او هست، با وجود این موضوع یک
نکته یک ویژگی رو قرآن از در مورد خودش میگه، یا بگیم الله متعال در ارتباط با کتابش و کلامش میگه که این ویژگی باز یک نوع آزمایش هست برای کسانی که به این کتاب باور دارند. آزمایشی در نوع باور باورمندها هست. شما وقتی که چیزی رو پذیرفتید، در یک دوره وارد شدید، برای اینکه به پختگی برسید یا برای اینکه موقعیت شما تعیین بشه، یک نوع آزمایشاتی رو هم باید سپری کنید. برخی در این آزمایشات رتبه میگیرن، بخشی هم به هر حال شاد رفوزه بشن. مسیر هدایت الهی و کتاب ربانی یکی از مهمترین آزمایشاتش در این قرآن این هست که میگه هو الذی، اون کسی که این کتاب رو نازل کرد، همون الله لا اله الا هو الحی القیوم، همون رب ذوالجلالی که لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، چیزی از آسمان و زمان ازش مخفی نمیمونه، همون ربی که یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هر طوری بخواد خلائق رو و انسانها رو در رحمها شکل میده، همون اللهی که مشیت و اراده مطلقش حاکمیت و سلطه جهان رو در اختیار داره، عزیز و حکیم هست، همون الله این کتابی که نازل کرده، در این کتاب یک سری ویژگی هایی رو گذاشته و به ما معرفی میکنه. میگه منه آیات محکمات هن ام الکتاب، یک سری بخشی از این قرآن یا از این کتاب محکم هست و این آیات محکم ام الکتاب هست، اصل کتاب هست، مرجع کتاب هست، و اخر متشابهات، و نوع دیگر یا نمونه دیگر از این آیات متشابه هستند. یعنی اینکه نمیشه کمال با کمال دقت مصادیق اونها رو تصویر کرد یا تداعی کرد یا شناخت. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اون کسانی که در ارتباط با ایمانی به این کتاب که مسترش الله ذوالجلال هست، اونهایی که در این ارتباط زیغ دارن، درشون انحراف هست، کجی هست، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، به دنبال اون چیزی میرن که درش تشابه هست و هدفشون این هست که فتنه ایجاد کنند یا اینکه اون رو اونا رو به یک تأویل و تفسیر معینی اون آیات رو بکشونند. و ما یعلم تأویله الا الله، در واقع تأویل اونها رو، تفسیر اونها رو مگر الله کسی دیگه نمیدونه. و الراسخون فی العلم، اون کسانی که در علم رسوخ دارند، در علم و آگاهیش عمق دارند، اینها میگن که آمنا بهی، اینا میگن ما ایمان آوردیم بهش، کل من عند ربنا، تمام اینها چه محکمش و چه متشابهش از جانب پروردگار ما هست، و ما یذکر الا اولو الالباب، بیاد نمیاره مگر افراد صاحب خرد این موضوع رو، این مطلب رو، این مفهوم رو یاد آور نمیشن مگر اون کسانی که صاحب خرد، صاحب عقل و درک و فهم درست هستند. این آیه مباحث بسیار زیادی رو داره. قرآن کریم در وصف خودش یه وصف عموم داره، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتابی هست که آیاتش احکام داره، بعد تفصیل شده از جانب
علیم و حکیم. ذاتی هست، یعنی در ذات خودش هر آیه‌ای با مفاهیم و اهداف دقیقی گذاشته شده هست. هیچی لطفا ما وقتی میگیم آیه در قرآن کریم، به هر بخش کوتاه‌ترین بخش قرآن کریم رو میگیم آیه، و آیه اطلاق میشه به خاطر اینکه دلیل و نشانه هست بر صحت خودش، دلیل و نشانه هست بر نظمی که این کتاب برای هدایت انسان بیان میکنه در معنا و مفهوم، دلیل و نشانه هست بر قانون و شریعت الهی، دلیل و نشانه هست بر اثبات حقیقت‌های فکری و اندیشه. همه اینها رو در واقع آیات در بر داره، بر حسب موضوع آیات، بر حسب مفاهیم و معانی که آیات منتقل میکنه. ما معتقد هستیم که کل قرآن در حقیقت احکام یا اون استحکام بنیادین رو در همه زمینه ها داره، در ذات خودش. هر آیه‌ای و هر بخشی از آیه با اهدافی که دنبال میکنه در کمال احکام و اتقان و رسانت هست، صیانت هست. در این حال کل قرآن رو هم متشابه میبینیم، کتابا مثانیه، متشابه. آیات قرآن کریم همش مثل هم هست، در یک رده هست. ولی به اعتبار افراد مختلف که این کتاب رو بهش رو میارن، بعضی آیات براشون حقیقت و مصادیقش روشن میشه، بعضی از آیات هم براشون مصادیق و مفاهیمش روشن نمیشه. هر انسانی یک میزان ادراک معین و به همین صورت ابزارهای محدودی رو در ادراک مفاهیم و معانی پیامهایی که بهش میرسه داره. یه متنی رو 10 نفر میخونن به 10 سطح مختلف ازش معنا و مفهوم میگیرند. به اعتبار ذات خودش قرآن کریم همش محکم هست و همش هم مثل هم هست. به اعتبار قارئ و خواننده یا مخاطبش هدایتگر هست، کلیتش هدایتگر هست، هیچ شکی نیست، هر آیش هم هدایتگر هست. ولی سودگیری و بهرهگیری انسان ها با هم متفاوت هست، هر انسانی میزان ادراکش با دیگری مختلف هست. برخی از آیات شاید حقیقت کیف و کنهش رو غیر از الله هیچ کسی نتونه درک کنه، به خاطر اینکه مرتبط به عالم غیبی هست که اون عالم غیب برامون غیر قابل تجسیم هست. وقتی قرآن کریم در ارتباط با قیامت وصف قیامت میگه، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، هرگاه اونهایی که
مستحق عذاب دائم هستند، جلدشون سوخته شد و درک و یا احساس درد و عذاب از بین رفت، دوباره براشون این جلد رو تازه میکنیم تا عذاب رو بچشن. خب این برای در یک بره از زمان فهمید یا درک این مطلب که تغییر جلد یا جلد بسوزه احساس درد نمیشه وجود نداشت، به خاطر اینکه وجود اعصاب حسگر پوست در لایه معینی که ما امروز شناختیم رو علم میبود نبود که بشناسه. بعد از قرنها انظر علمی به این نتیجه ما رسیدیم یا این تجربه رو یا این علم رو به دست آوردیم که سوختگی وقتی که درجه یک میشه با دو و با سه تفاوت داره، به خاطر اینکه به هر اندازه سوختگی عمیق‌تر شد حس درد در انتها از بین میره. در یک مرحله این آیه برای خیلی ها معنا و مفهوم حقیقی رو تصویر نمیرسوند، ولی امروز این معنا رو به صورت حقیقی به تصویر میکشونه. ولی باز هم تا قیامت شاید این مطلبی بمونه که چگونه این جلد عوض میشه، این جلد دوباره رشد میکنه، دوباره سلول‌ها با هم جمع میشه، این چگونه اتفاق میفته. جزء اموری هست که تا روز قیامت برای در ارتباط با حقیقت کن و کیفش برامون چیزی مخفی خواهد بود. ولی بهش ایمان داریم. الف لام میم، الف لام میم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جبریل به همین صورت گرفتن و ما هم نسل به نسل داریم میگیم و هیچ کسی هم در ارتباط معنا و کنه معنویش به عمقش وارد نمیشه، به خاطر اینکه جزء اسرار قرآن هست، محکم هست در ذات خودش، پیام داره، ولی از اونجایی که منبع اون رب العالمین هست نمیتونیم ما احاطه علمی بهش پیدا کنیم. در نتیجه اون کسانی که در قلبشون زیغ هست در پی اهداف معینی برای رسیدن به معانی معین میرن، در پی این چنین آیات یا این چنین مواردی هستن که بتونن سمت سوی آیه رو به اون جهت بکشونند. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویل، تا اینکه یا فتنه رو ایجاد بکنن یا تأویلی رو. فتنه یعنی اینکه مردم رو در شک و شبهه بندازن، تأویل اینکه مردم رو به فکر غلط بندازن. تمام تفکرات اهل بدعت از این موارد نشأت گرفته است. آیاتی رو قطع و برش میدن، از سیاق و سباق میارن بیرون، از یک کلمه به یک کلمه بار معنایی رو وارد میکنن که اون بار معنایی در اون سیاق و سباق اصلا درش جایی نداره. ده تا روایت ساختگی هم بهش ارفاق میکنن، در نتیجه میشه فکر، میشه مهدی، بقیت الله خیرون لکن. بر سردر هر استانداری هم می نویسن. بهش کسی هم فکر نمی کنه که این جمله بقیت الله اصلا این جمله نیست، این یک تعبیر اضافی هست، مضاف و مضاف الیه هست که در ضمن پیام شعیب به قومش در ارتباط آخرت جویی و عدم حق خوری مردم و ظلم و ستم اقتصادی در معاملات مردم این اومده. هیچ ربطی نه به مهدی داره نه با اعتقاد مهدویت که بعد از قرونی بعد از اسلام اومده اصلا. هیچ کسی هم اینو نمیدونه، فقط همشون میدونن که این بقیت الله یعنی امام مهدی. خب این چنین این نوع تفسیر و تأویل هایی که برای
تحمیل معنا و مفهوم یا باورهای غلط استفاده میشه، خب اینا اون کسانی که فی قلوب زیغه، اونا که در دلشون انحراف هست، از قبل هدف معینی رو دنبال میکنن برای رسیدن به اون کتاب رو میخونن، خب به طور طبیعی میتونن این سبک کاربرد یا سبک استدلال رو پیش بگیرن و به هدف خودشون برسند. من در ارتباط با مصادیق متعددی که اهل علم در ارتباط با محکم و متشابه ترک کردند نمیخوام وارد جزئیات این موضوع بشم، موضوع مفصلی هست، اما فقط میخوام روی یک موضوع تأکید کنم که هر مطلبی از مطالبی که قرآن که برای انسانی روشن نمیشه در واقع متشابه هست. میتونه یک مطلب به طور نسبی برای من متشابه باشه، میتونه همون مطلب برای فردی دیگه که علم و آگاهیش بالا باشه از من بیشتر باشه محکم باشه. ولی مهم اینجاست که بر مبنای علم و دانش و شناخت و رسوخ علمی انسان نگاه به قرآن بکنه. صحابه کلمه ای رو حاضر نبودن که بیش عنوان به قرآن نسبت بدن اگر یقین نداشتن که این کلمه میتونه مصداق آیه یا کلمه ای از کلمات قرآن باشه. برای بزرگترین صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم واژه و فاکهتن و ابا، فاکه روشن هست یعنی میوه، اب در زبان حبشی به خوراک حیوانات یا جانوران اطلاق میشه، گیاهان و امثال اینها، علف و امثال اینها. خب این در آیات کلمات قرآن کریم خب زبانی هست و در هر زبانی لزومی نداره که یک گویشور یا یک فردی که صاحب زبان هست کل کلمات اون زبان رو بدونه، خصوصا اگر متنی بلیغ و متنی باشه که بالاترین سطح بلاغت و فصاحت اون زبان رو در بر داشته باشه. کتاب های ساده ادبی رو ما خیلی از کلماتش رو مراجعه میکنیم به کتاب لغت. خب اینکه قرآن کریم کلام الهی هست، فکر میکنند ابوبکر صدیق رضی الله عنه، میگن فاکه که معلوم است، اب چی هست؟ بعد از این میگن که خب کدوم آسمون منو پناه میده و کدوم زمین من جا میده اگر من کلمه ای رو به کلام الهی نسبت بدم و مال و صحت داشته باشه؟ سکوت میکنه. مسئله بسیار ساده است. مجموع آیات وقتی که خونده میشه در ضمن اون میرسه فاکهتن و ابا، اگر فرزن کلمه ابا رو ندونستیم تأثیری در کل مفاهیمی که این آیات در بر داره نخواهد داشت. آیات در ارتباط با تناسب خلقت و نعمتهای مختلفی که الله متعال برای ایجاد چرخه حیات در زمین برامون فراهم کرده داره سخن میگه. بسیار روشن هست. یکی از این موارد مرتبط هست با گیاهان. اگر فرض کنید این مورد رو هم کسی متوجه نشه در کل موضوع خدشه‌ای وارد نمیکنه. در نتیجه اون کسانی که راسخ در علم هستن میگه کل من عند ربنا، میگه سر پروردگارمون هست و تسلیم حکم الهی و پیام الله متعال میشن. سلام بر شما، بفرمایید. خیرم تو کس آکید ادبی ماشاءالله، ادبیاتی که در دین و آیین
خرافه و شرک آموزش داده میشه این هست. هیچ تعبیری، هیچ نوع جوابی نمیشه براشون غیر از این گفت. این هست ادبیاتشون و این هست منطقشون و این هست استدلالی که از طریق این استدلال میخوان ثابت کنن که بر دین حق هستند. بر حال ما این رو هم برمیگردونیم به کسانی که تقصیر این نوع تربیت رو، به کسانی که به جای نیکی، به جای اخلاق، به جای نیکویی فرهنگ دینی رو بر سب و دشنام و لعن قائم کردند. این دین اساساً متاسفانه از اولین بذری که میکاره بذر کر، نار و دشمنی و کراهیت و بدبینی نسبت به هر انسانی هست که باش نیست. هیچ دین و آیینی بر این با این تفکر و اندیشه حیات نداره. ولی متاسفانه آیین و دینی که ما بهش مبتلا شدیم در کشورمون متاسفانه اساسش این است. اساسش این هر چی فوش بیشتر بدی، لعنت بیشتر بگی، بد بیشتر بگی، آدم بیشتر بکشی، جرم بیشتر بکنی، قرب بیشتری حاصل کردی. حتی در ارتباط با ائمه میگن که مهدی میاد تا زانوی اسبش در خون مقتولینی که آبای چند صد سالشون به ادعای اونها ظلم میکردن. یعنی باید اینها نتیجه جرم چند صد سال پیش رو متحمل بشن. دعای مون که انشالله تکمیله آیه 7 رو با دعای ما بعد که در واقع بسیار ارتباط داره با بهرهگیری صحیح از کلام الهی در برنامه آینده انشالله بهشون خواهیم پرداخت. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وليتذكر أولو الألباب.